بیا بریم دیره. نه من رفتم جان تو جان خانه گربه نرسند خانه. بریم؟ نه سکن فکر کنم دردم سر صدا میکن سیروس خوابه بیدار میشه. حالا نمیشه میان اتوبوس فکر کنی عزیز؟ اینقدر سر صدا بکن تا همه همسایه ها و اهل همدان به حال ما خبر بشن که ما میکنم چه آخه حالا اتوبوس میره نمیده منتظر ما بریم چه فکر ببنم ببین عزیز تو حمیده داری تو ما قصه ای نداشته باش قضا مزا بیلی میلی خوته موته همه چی حله مطمئن باشه مطمئن باش الهی با امیده تو بریم ها اینم تقدیم به عزیز دست درد نکنه چه خوب چه زود عزیز یادته شبا که می نشتم پای کامپیوتر بهشون می گفتی که نشین الان کور میشی کر میشی عزیز جو حرفایاته آدم بس میشه به اینترنت و دوتا بلیت برای خودش و عزیزش رزرو میکنه دست درد نکنه سیروس منم بلده اون سیروس داشتیم سیروس من چشه سواد نداره که داره قواره نداره که داره تازه زبان خارجی هم بلده میخواست بره خارج
عزیز عمو سیروس حوصله نداره تا گنجنامه آخر اسفالت بره دلش باشه. برای تو خواب حرف زدنش هم دکتر نمیره. وقت بینیش پای کامپیوتر. ببین حمید داری رود زیاد میشه. سیروس من چه عیبش آخه؟ عزیز من نبا و مادر بزرگیم باشی. قول و قرار گذاشتیم باشه. نمیدونم قرار بود بیام سفر که آمدی. گفتیم به هیچ کس نگیم که نگفتی. مادر جان احترام بزرگتر را داشته باش. پشت سر بزرگتر را بخوای حرف بزنی من میدانم تو چه خبر شده؟ میری چه که پارسا جیک جیک امسا؟ تو به جای رسی که سیروس من نپسندی؟ یه بار دیگه حرف بزنی پشت سر بزرگتر را من را افتادم رو به همه دار تنها را میرم بیرم عزیز من که چیزی نگفتم. باشو بگیر بلیت باش برو بین دیر نشقدر. باشو اونجا لب خورد خود چه کنم؟ تو عزیزم بابرون پیش اینا بردی که بفهم دست شما درد نکنم بفهم خیلی من راستی شما از کجا آمدیم؟ ما از کرمانشاه آمدیم. خدا بیامرزدت علی وکیل. هیچه گفت؟ هیچی. علی وکیل یکی از بزرگای همدان بود. بگویی که خزیه همدان. حالا هرچی میگن از همدان وقت میزاد میرفت کرمانشاه او وقت نفسکش میتربید. خزی یعنی چه؟ خزی یعنی آولا. خب ما نمیدانیم آولا یعنی چه. خزی و آولا به کسی میگن که بی تربیت و لات. حالا بفرمایید. قابل نداشت. میگم شما فقط مجله ورزشی میخوانید؟ آره این دنیا آخر پیشوته فقط فوتبال. تو خانه ما همه طرفدار تیم پرسپولیس. شما طرفدار چه تیمی هستی؟ حمید ما طرفدار تیمیه که وقتی مسابقه دارن جوانا هلمت میارن میرن خیابانا با بوق ماشین و سر صدا تا دار دودو را میدازن. پاس او تیم که سالار جهانه پاس همدانه. حالا تیم دان کجای جدوله؟ الان تیم ما پایماینه جدوله ولی ایشالله هم که میایه بالا. هر چی هم بیاد بالا پایین تر از پرسپولیس. میایه بالا ایشالله. میگم راستی تو مجلت نوشته بود تیم پاس یه هفته تو مشهد مسابقه داره ها. میدانستی؟ همید آقا. آره؟ باش اونجور نوشته نمیدن. قدیم گفتن گربه رای رضای خدا مشتی میگیره. باش همین جان مادر از همدان تلفن داشتی؟ گوشی من خاموش کردم بگی بخوام. آخه اونا نگرانن. هم بابا عزیز نامه منم میخوانم میفهمم آمدیم سفریه. بابا نگران بچه ها من بگی بخوام. آفرین بیریم مشهد گوشی منو شام بگی بخوام. جواب بده عزیز این که موبایل منی. موبایل کیه؟ موبایل بابامه. بابان رو باز که جمعه دارم. حال ببین کیه؟ نمیدارم خط شد. بابا تو چی بودو بله بله خودمان بفرمایید.
الو الو عزیز کجایی پس؟ عزیز کجا رفتی؟ نه انقدر دیگه بچه می بذاره بده نگران آفتی همین جا شاید رفته جایی دستشو بشه میشه چی بکنه؟ عزیز نمیشه همینه جایی سرم بده عزیزی نست مادر بزرگیزی کجایی شما؟ مردم عزیز من یه دقیقه خوب با تلفن صحبت کردم سرم چرخان کجا رفتی؟ نه باید به من بگی حواس رو دست شما در نکنه بابا تاثیر بابامه که دوتا موبایل عین هم خریده گذاشته میانه خانه صبحی هم ایستگاه راهن موبایل زنگ زد بهم شدم گمتان کرد تقصیر باباتی که تو حواست پرته تقصیر باباتی که تو به هیچ اهمیت نمیدی آره همینا تقصیر باباته ببینم بابات گفت که من تو جمعیت ول کنی تو به الله امان خدا بری به خوده بشت گفتم عزیز ببخشید من شما نگذیم کجا برم تن مسافر عزیز صبر کن بریم یه هتل با کلاس والا اینجا ما هتل با کلاس زیاد داره آقا ما کلاس ملاس میخواییم آره ببر مسافر خانی بهشت بلدی؟ والا مسافر خانی بهشت فیلی نماش کنون جایی خوبی باشه برای شما درشن شما باشه اونجا از اون مزرعه قدیمیه مشهده قدیمی باشه عزیزو بله من آمدم زیارن من به کلاس ملاسی آمدم اگر بعضی ها بیزارن خودم هم بفرمایی حالا شما هم بفرمایی چشم ما در خدمت هستیم بله یعنی نه من پسرشون هستم شما ببخشید شما خانم جواهری الو خانم جواهری تازه از همه بدتر اینی که یادم رفته شارژر موبایلم بیارم دست درد نکن زحمت کشتی شازده پسر اینه او که پرسیدن چون از مشاهیر همدان شروع کردی چی گفتی؟ چهار تا خزه معرفی کردی علی فکیل علی فکیل ما شهر من میداری چقدر بزرگان و مشاهیر داره؟ چه کسانی توی شهر خوابیدن؟ مثلا؟ بو علی بو علی که برای همدان نبود قبلش که آمده همدان و افتخاریست برای شهر ما عارف قزوینی اونم که قزوینی بود حرف بی جا داری میزنی اونم تو همدان تو بو علیه تو مقبره بو علیه اونم جزو افتخارات فخرالدین عراقی اونم که از اسمش معلوم عراقی و تخلص شعریش عراقی خودش اهل همدان این رو خدا این نورغزاد یه سرش مخوره به امام زاده عبدالله میرزاد عشقی من میدان دانشگاه میره به سمت ایستگاه خواجه رشید خواجه رشید هم مخوره به امام زاده عبدالله آقای امام لالی استاد فروزانتر حکیم صفا اولو دی اینا رو داری از خودت میگه عزیزا بابا تاهرم دروغ میگه بس خودم میگه نه بابا تاهرم که بنده خدا مشکل لباس داشت تو برای هر چیزی چیزی میگی عزیز چونه؟ به پایین جاره در و دیوارش خرابه اب نداره با که نمیخوایم این جاره بخواییم عزیز جا خب بابا شب بخوابی ما صبح میروم به سر ما نه ما آمدیم یه چند روز اینجا خوش باشیم زیارت داریم گردش کنیم بریم شهر ظاهرش وجود نپا بابا ظاهر و باطن اینجا شکار داریم من اینجا رو دوست دارم جانه عزیز عزیزم نکنم ببین چه حیاتی داره ببین چه قشنگه
گل کاریه ببین کجاش گل همه این سبزه نه 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 خنده خوش بگیم داره آقا یه شب بیا برم هتل سلام خوش اومدی سلام دخترم خسته نباشی او اتاق گوشه حیات هست اتاق بزرگه او خالیه اتاق شماره 12 رو میگین بله خالیه انگار شما قبلن هم اینجا اومدین درسته؟ میگم عزیز یه وقتی پله ها اذیتت نکنه پات درد نگه خانم مدنی از کجا تشریف آوردی؟ از همدان اینجا چقدر تغییر کرده دخترم چند سال پیش یه سری تعمیرات انجام دادیم نه نسبت به 30-40 سال پیش میگه از اون موقع یادم نمیاد جانه ما خواهی بریم یه جای دیگه نه اینجا خیلی هم خوب چند روز تشریف داری؟ 3 روز یعنی تا جمعه؟ تا شنبه راستی خانم ای شارژر رو داری نازود باشه وجود؟ بله دارم میشه امانت بگیرمش؟ شما هر زمانی که خواستین استفاده کنین تشریف بیارین همینجا بزنید به شارژ باش اکبر آقا سلام علیکم در خدمتم تشریف بیاریم مهمونه راه نمایی کنیم اتاقشون اکبر آقا چجوری که این ساختمان توجه مانده؟ اینجا رو نجمان خانم دوست داره نمیخواد بخوشه آقا چطوره؟ آقا کجا؟ آقا به رحمت خدا رفت بله خدا بیامونی خدا رحمت کنه بگم جانو علی جان همه چیش خوبه نزدیک به حرمه نمیخوای بپرس نزدیک به حرم اکبر آقا این دو تا حرم چه هر راهه؟ همین دقیقه راست آشانی بفرمید اینم اتاق دست شما درد نکنه در خدمتتون حاضرم خدا بده برکت زنده باشی خب عزیز جان ما گفتی من به ششن رو میدادم دیگه اونجا زشت شد که آخه اونجا که باید حواست باشه که نیست فقط میتونی به جان من قور بزنی بابا جان من میخواستم بریم آخه بریم هتل آره خب آخه ای بشه عزیز هیچ میدانی هتل چی داره لابی تلویزیون بزرگا یه برگرم بشه بگم کولر گازی داره اپا عزیز جانم میگم یه وقتی پنکه در نره بخوره سرمون نه مطمئن باش چیه تیرا نه محکمن دیه عزیز عزیزم اینجا ساختمان 100 ساله است مطمئن باش ببین تیرا روی دوتا پای محکم شد نمیرم به سرمون نه اینجا ساختمان 100 ساله نمیرم خب اگه تو دلت میخواد به من خوش بگذره من اینجا رو دوست دارم من 3 دفعه دیرم اینجا آمدم یه دفعش تو هم بودی که آمدم که خودم خبر ندارم تو دل مادرت بودی راست میگی خدا رحمت کنه مرحوم مادره پدر بزرگ عزیز ای خدا هی عزیز جان از همدان زنگ میزنن چی کنه؟ جواب بده مادر میترسم امو سیروس یا بابام باشه یا؟ نیمه کشنت که اتفاقی افتاد پس عزیز جان من تو رو به زور نیاوردم ها با هم آمدیم تو نگران نیست عزیز دره بله سلام عمو این مسخره بازی ها چیه؟ مادر من رو برمیداری بی خبر میبری مشهد؟ خب من دیدم شما نی و نی سفر گفتم خودم باشش بیام مشهد تو غلط کردی؟ چرا فوش میدی خب؟ از تو بزرگتر تو خانواده نبود؟ از من بزرگتر میانه خانواده بود ولی کسی باشش نمیام از سفر
پس این موبایل منوچه رو برای چی بردی از کار و زندگی انداختیش؟ من چی میدونم؟ شانس آوردی الان اینجا نیست، بله به وات در می آورد. هول شدم صبحی اشتباهی برداشتم. در ضمن به بابام برگرد بگو شارژر خودشه وردار از حجره بیاره، دیگه موبایلشه نزنه به شارژر من. خوبه خوبه بس دیگه. الان کجایین؟ الان مشهدی. اینا که خودم میدونم مشهد. کجای مشهد؟ شرمنده امو جان، عزیز برگشته گفته که نگیم کجا. گوشی رو بده بشش. بگو سیروس جا عزیز، این کارا چیه شما میکنی؟ سلامت کو. سلام علیکه. سلام. خب با جمال همین؟ همین چی؟ خب آمدیم زیارت، با نوام آمدم زیارت، کار خلافی کردن. از شما انتظار نداشتم. که چی کردم که آمدم زیارت؟ مادر من. خب اطلاع بدیم. من عمر خودمو کردم، سنی ازم گذشته، یه اختیار رو دست شما ها نیستنم. میدانی همین چند سالشه؟ هر چند سالش هست. از شما دوتا شازده پسر و شازده خانم همشیره، سارا خانم معرفتش خیلی بیشتره. من که سر در نمیارم این کار شما یعنی چی؟ فقط بگین کجایی این تا بیان براتان گردنم. هر جا هستیم به خودمان مربوطه، لازم نکرده شما بیای سراغ ما. الان آبجو سارا نگرانه، منوچهر نگرانه، همه نگرانن که چی؟ که عزیز خواسته بره مشهد. خودتان روسه کنی. خوب خاطر خدا. این نگرانه و نگرانه. چی نگرانه؟ سال دوازده با یادتان میام مادر داریم؟ مرده، زنده است. حالا دو روز از شهر داره بدم، همه نگران شده. حالا میگی چی؟ من میگم چی عزیزم؟ تو باید بگی چی؟ تو صحبت کردی. مواظب خودتان باشین. چشم، فرمایشید یعنی؟ منوچهر داره خون خونشم خوره. دستش به این حمید برسه؟ که چی؟ جرأت داره دست رو حمید بلند کنه. او وقت جوابش با منه. نه، مثل که خیلی جورتان جور شده. جور بودی. حالا کی بر میگردی؟ هر وقت دل ما خواست. چم گیری کردی ما؟ حالا میشه به این نوه عزیزتان که موبایل منوچه رو برداشته برده بگین اگه یه نفر زنگ زد به موبایلش کارش داشت شماره حجره رو بده؟ میشه یا نمیشه؟ یه خانومی برم، خانوم جواهری نشون. یه خانومی صحبت کرده به نام خانوم جواهری. کی؟ خانوم جواهری. خانوم جواهری دیگه کیه؟ از خانداداشت بپرد. کاری داشتین زنگ بزنین. خف میبینم کاری داشته باشین. خدا حافظ شما. همه جان. بله. بریم حرم. کی برگردیم؟ یه ساعت دیگه عزیز. بیا همینجا وایسا. عزیز جان. خوب دور و برته بپا یه وقت خوم نکنی یا بعد که اینجا ها. این هم برای آشناسی. دیدم این همه. سلام. علیکم. سلام. سلام. ماشاءالله حمید آقاتان. معلومه از اون پسرای اهل خانواده میشه ها. شما لطف دارین. حمید کوچیک شما. خانم، امشب با قرار با هم بریم شام بیرون بخوریم. بعد بریم مسافرخانه. شما بفرمایید با هم باشیم. نه دیگه، ما خیلی خسته ایم. بریم هتل ما یکم استراحت کنیم. بفرمایید. ان شاءالله یه وقت دیگه. با اجازه تا. خدا خدا بهتون بخیر. آقابتان بخیر. به سلامت. بیام عزیز. جانم. یه کباب بخوریم. بخوریم. به یه شخص یه مهمان رو بدم. خوش. از پیاده. سلام. سلام علیکم. سلام. سلام. سلام.
ببینشون. چشم. بچه ها عزیز ببین عجب صفره‌ای برای چی ده دست درد نکنی اما اگه همه کباب بخورم جسد رو باید ببری همه دادم بابا عزیز یه شب هیچ اشکال ندارم ولی من باید شامم سبک باشم راستی عزیز اسم دختر نرگس خانم چی بود؟ فضولی ما بود مینا جی؟ مینا عزیز جانه میدانی که من آینده میخوام چی کاره بشم؟ دکتر نه مهندس عزیز دو تا فرصت دیگه بیشتر نداری یا؟ فرش فروش عزیز دقت کن آخرین فرصت بوده ها او شغلی که بابات دوست نداره آه گفت ولی غلط گفتم اشتباه حرف من آخه برای چی؟ برای که بابات مخالفه با شغل میگه دوست ندارم شلوار کوتاه بپوشی و دنبالی یه توپ تو زمین بدوی عزیز اگه مدیر و معلم ها همه برگردن بهشت بگن که من توی زمین موفقم چی؟ او وقت اجازه میدی من برم؟ من دقیقا مثل پزشک و مهندس به جامعه هم خدمت میکنم بفرما من میخوام برم ورزش ولی بابام نمیذاره خب من چی بکنم؟ باشه صحبت میکنی؟ نه خواهش ما نه بابا به خاطر حمیدت نه خیر پس چرا آمدی مشهد؟ بله چی فرمودی؟ راستی؟ بابا بخورده چرا نمیخوری؟ خوردم بخور نخوردی؟ حالا ببینم تو نیم وجبی میخوای من رنگ کنی من قلاغ رنگ کنم به جای توتی میفروشم و وقت تو من رنگ کنی از همدان میاری اینجا که بری استادیوم فوتبال ببینی حالا رم برم بابات راضی کنم که تو فوتبال باز بشی برام نه؟ قربونه یه دو تا چایم برای ما بریز دست در نکنم آمرا این پسره پسری که دو قطعه دیدیم آره آمرا که نزدیک بود چایی بریزی رومون هر خودش بفرما اینم دوربینه صحیح و ساله اکثر ریختی؟ همه شو نه بعضی هاش ریختم بعد کلید اتاق دوازده رو میشه بدیم بفرما زیارتتون قبول باشه مادر متشکرم چه مادری؟ مادری که 70 سالش باشه خواهی نوی 15 سالش باقا رنگش کنه بچه های این دو رو زمونن دیگه مادر جم حالا شما بی زحمتی نمیشه بزن شعار حتما با بمانه این زمانه مگه ما بچه نبودیم عزیز بله حدث من نارفتی؟ نه آخه میخوام بدانم که از فوتبال بازی کردن من ناراحتی یا اینکه ازت خواستم با بابام حرف بزنی از دست خودم ناراحتم که باور کردم نوام به من مهربان شده عزیز بیا بریم زیارت اونم صبح زود قایم قایم میگی آخه اگه عمو سیروس و بابا میفهمیدن اگه نمیذاشتم بیای ما بهتر از این بود که بعضی گلوم بزنن ببین عزیز من غلط کردم اصلا نمیخواد با بابام صحبت کنی ها دلت خوشه ها یکی حرف من خریدار داشت که بابات بیوه نبود عمود عذب نمواند صد دفعه گفتم سیروس جان بیا زن بگی زندگی دار شو مگه حرف خرجش میره زبان و مو در آورد از بس بهش گفتم میگه با او دختری که میان دانشگاه بوده هم کلاس من بوده ما خواستم اونم خواهم چون او رفته بعدی زن نمیگیره بابا جان مادر تو خدا بیا مرزتش بهترین بود از هر لحاظ خانم نجیب همه جور تمام زن زندگی ولی قسمت الهی بود که خدا از ما بگیریدش حالا او رفته باید بابای بیچاره تو تا عمر داره یالقوت بمانه میشه
تا که میخوا رخت خوابش و سفرش خودش واکنه، خودش جمع کنه، باید زندگی درست کنه، تنهایی فقط به خدا میبرازه. بپا عزیز، اگه همو سیروس حوصله‌ش نداره بابا مانده معطل کدومشون انتخاب کنه؟ تو فکر میکنی امروزی خانم جواهری که زنگ زد بهشم نشناختم کیه؟ گنده تر از دهنت حرف نزن بابات، هم قد توه، هم بازیته، هم سن تو. آخ چی بگم، یه حرفا را کی یاد میگیری؟ از اون فوتبال بازا؟ بی تربیت، بی مربی، بی ادب. با اجازه. چیه چقدر گرفته ای؟ خیلی دمقی آقا، من رانگاه ما مزاهمیم با نشون. آره فواد پاشو بریم. آره. دوستمون دوست نداره با ما بیاد جمعه استادیوم. دنبال پا میگردیم. هستی؟ شما احمدانی؟ نخه ما اهل رسانه ایم، در واقع خبرنگاری. ولی ما همدانیه. بوری کلا سر به این میگن هوادار واقعی ها، از همدان کوبیده اومده محشر. معلوم از اون دو آتیش هاست. من خودم هم فوتبال بازی میکنم. چه پستی؟ هافک دفاعی. آقا میران بلنش بلنش رو دم و دستگاه تو بیار که داری با جواد نکونام مصاحبه میکنی. من بیارم؟ این چیه انداختی گردنه؟ تو فوتبالیستی یا داوری؟ هم فوتبال بازی میکنم هم قضاوت. رفیقمون همه فن حریفه. گلم زدی؟ 5 تا. باری کلا پشت محوطه. هه تک به تک شوت. پس آقای گلی مچبنده چیه؟ قضیه داره. قضیه چیه؟ یادگاریه. یادگاری از کی؟ چیکار داری خب؟ خیلی خب شما عصبانی و ناراحتی. فوتبال هم اینجوری بازی میکنی؟ مدرسه فوتبال نمیری؟ خیلی دلم مخابرم ولی بابا نمیذاره. آخه چرا؟ بابا میگه برو دکتر بشو، مهندس بشو، ولی من هیچ علاقه ای ندارم. میدونی استعدادم داری؟ آره دیگه خودش. خب تو از کجا میدونی این دوستمون استعداد فوتبال داره؟ همین مچبند، این سوتی که آویزون کرد، خودش میگه گل زده 5 تا پشت محوطه اینا. داری دیگه معلومه. حالا میای بریم استادیوم یا نه؟ میخوام بیام ولی این عزیزم نمیذاره. رضوان خانم؟ بله بفرمید، خواهش میکنم. دست شما درد نکنه. بفرما. ممنون. چه چایی خوش آب و رنگی. نوشی جان چای ایرانیه. چای ایرانی باید خوب دم بکشه تا طعمش معلوم. خیلی خوشمزه است. لطف داریم. چای ایرانی اولا از اون گذشته قدیمی ها میگفتن، شهر ما البته شعر هست، میگه سماور جوشه بوری به روشه، قهوه چی یه رنگ بریز دو رنگ بریز خانم مخشوشه. چه شعر قشنگی. نظر لطف شماست. ها یه اکثر من میشناسم، برام خیلی آشناست. قبلا که میامدیم اینجا مدیر این مسافرخانه بود، آدم خیلی خوبیه. این عکس پدرمه، 7 سال پیش فوت کردن. خدا رحمتش کنه. پس شما شبا دیر میری منزل، کسی نگرانت نمیشه؟ خانوادت چی نمیگه؟ خانواده کجا بود؟ من تنها زندگی میکنم. چرا؟ دختر به این خانم به این خوشیلی ازدواج نکردی؟ نه ازدواج نکردم. آه چرا؟ تو این دور زمانه شوهر کجا بود هاش خانم؟ کو مرد خوب،
عینک بدبینی به چشمته. ولی مرد خوب زیاده عزیزم، بنابراین باید بگیم نسل زن خوبم مثل دایناسورا ور افتاده. مرد خوبم که از اولش افسانه بوده. حسرت عباس این راست میگی. اما عینک دعوض کن مادر جان، تو باید بخوای تا مرد خوب زیاد باشی. چه میدونم والا، بلا نسبت شما، صد بلا نسبت شما. یه پسری دارم، اونم از این چرت و پرتا زیاد میگه. خدا حفظشون کنه. بعد مسابقه هم میبرم تو زمین کنار فوتبالیستا. دوست داری باشون عکس بگیری؟ دوست داری؟ عزیز جانم خوبی؟ نمیدم به چی فکر میکنی؟ به آینده تو، منوچه، سیرو، چی میخوایی؟ گریه کردی عزیز؟ یکم. گریه که میکنی عزیز یعنی حالت خوبه؟ بعض وقتایی شدی. مثلا چه وقتایی؟ تو که آمدی گفتی بیا بریم سفر، اونم یه باشکی، گفتم عجب نوه دیوانه ای دارم. شبش خدا بیامرز پدر بزرگت آمد خواب، همونجا سرون مهدابیه که همیشه تو میشینی اونجا نشسته بود. مادر خدا بیامرزت هم تو حیات داشت جارو میکرد، همونجور جوان خوشگل خانم. پدر بزرگت تو شکرد به من، گفت قنچه نمیخوای بری سفر؟ من نگاش کرد، گفت نمیخوای بری مسافر خانی بهشت؟ عزیز یه چیزی بگم دعوام نمی کنی؟ نه عزیز. میگم نمی خواهی برای عمو سیروس آسیم بالا بزنی؟ دیوانه در وقتی را بردی ها، چرا نمی خواه؟ از خدام کدام مادر نمی خواه و شش سر سامان بگیر؟ میگم این رزوان خانومه بد نیستا، نپسندیدیش؟ بلا گرفته داری فضولی میکنی. ما قسمت چی بشه؟ خدا چی با؟ همی جا همی دم بفهمید. حمید جان این قلاب ماننده رو همچین بنداز اینطوری قشنگ. خودم میدانم ولی با نمیشه. نکن فایده نداره، قفل خراب میشه، بعد کلید ساز بیاری. بله نکن. قفل ساز چی؟ دو دقیقه دندان میانه و جیگرت بذار ببینم با میشه یا نه. آها ببین رفت. اخ آمیرون بلند شو پلیس. سلام جانب سرنک. سلام آقایون، به چی کار شریفی مشغولن؟ سویچ ماشین رضوان خانوم مانده داخل، بعد ما داشتیم با همراهی آقا فؤاد و آقا مهران باز میکردیم. شما هم بری نظارت میکنین؟ داشتیم نظاره کنم، فقط داشتیم با اجازه شما داشتیم کمک میکردیم. اشکال نداره منم نگاه کنم؟ خواهش میکنم.
ولی میگم با نمیشه. اگه با میشد جلوتر بازش میکردم. ماشین کیه؟ گفتم بشه تا ماشین رضوان خانومه. صداش بزن بیاد. رضوان خانومه. بله. رضوان خانوم. البته خب دو برابر آبونمان باید بپردازید. اینو که خودتون محاسبه کنید که رقم حاصل براتون منطقی هست. بله حمید آقا. جناب سرهنگ میخوام بدن این ماشینه کیه؟ خب معلومه ماشینه منه دیگه. من میدونم ولی ایشون نمیدونه. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباش. مدارک ماشین کارت گواهی نامه رو بیارید ببینم. کارت گواهی نامه ماشینم تو خود ماشین جا مونده زیر سایبونه. خب بله ولی میخوام رویت کنم. خب آخه در ماشین قفل شده سویچ هم مونده توش. شماره پلاک ماشین رو بفرمایید. شماره ماشین که یادم نمیاد. هر دقیقه بی زحمت میخونی؟ بله بله. 77 ق 973. 77 ق 973. بله متشکرم، مجاب شدم. ماشین خودتون پارک کردین؟ البته جسارت نباشه. خواهش میکنم. بله خودم پارک کردم. یه خود البته ببخشید کچ پارک کردم. چراغ سمت شاگردم که شکسته حتما بهتون زدن. بله فکر کنم پارک بوده یکی بهش زده. بله دیوارم که همینجوری همرنگ ماشینتون شده. البته دیوار خودتون اشکال نداره. خیلی متشکرم. بفهمید کار شما نی پسرم، به صرف اینکه شما سیم دستید که نمیتونید در ماشین رو باشید. بدتر میشه وقت گرفتاریش بیشتره. سلام. سلام مادر. چی شده؟ چیزی نی، اینجا سویچ مونده، داره بزرگواری میکنه، میخواد باز کنه، متا نمیتونه. سرگروبان حمیده که دیروز دیدین. من میشناسمش. مشکل من سوتوان هستم، ایناش به کنار. ولی حمید جان زحمت بکش مادر رو ببر. سرگروبان اجازه بده. این دو تا هر کاری هستش سری دو تا سا. این دوتا دارن بچه من اصلا با دارد شما نگران نباشین. بفهمم اینا هرچی فتنه فساد دین سری دوتا خواهش کنم شما بفهم. حمید جان بیا مادر راهنمایی کن ببر. بفهم جناب سرهنگ متوجه شد. بفرمین خواهش میکنم. بفرمین مشکلی نگران نباشین. شرمنده جناب سرهنگ. اینا خامن. بله بله این روی به اونا خامتر درست میشه. مشکلی نیست. خواهش میکنم شما بفرم. همین جان دست درد نکنه سر گروه. سلامت بشین. مشکل رو حل بفرمایید شما. 42 42 40. 42 42 40. خسته نباشید. یه مورد سویچ رو ماشین جا مونده، درش قفل شده. اگه کسی متخصص دم دستتونه زحمت بکشین. من تو کوچه دربند خیابون 12 کنار مسافرخونه بهشت هستم. عزیزم اینا کیان؟ این دیتا گفت گردن کی که داشتن بهشتی. بابا عزیزی دو تا پسرای خوبی هم. اون مهران صیادی که عکاس ورزشی و فؤاد جاودان خرد هم خبرنگار ورزشی. نکنه اینا هم اتفاقی اومدن مشهد که اون مسابقه ای که مینا خانم گفت تو قطار اونه ببینن. عزیز اگه بگم اتفاقی اومدن باور میکنی؟ ولی باور کن من قبلا نمیشناختمشان. باش چه نداره خبایی؟ زود بیاری نه. خانم رضوان هر وقت موبایلم شارژ شد میشه صدام کنی بیام ببرمش؟ باشه. دستان درد نکنه. دخترم آقا وقت بکشی این شما رو هدوی به همه در نیزم. چشم سیروسو تلفن رو جواب بده. الو گوشی خدمتون باشه. بفرمایید. سلام. سلام عزیز. بازم تو حجره چرت میزنی؟ عزیزه شلوغش نکن. عزیز من شدم که اصلا نمیذاری ما سر کار کم چرت بزنیم. بابا بازار وضعش کساده. اخوی هم حوصله اختلاط نداره. ما هم فقط میتونیم چرت بزنیم. خب. به گلدانم آب دادی؟ سر صبحی زنگ زدی برای این چهار تا شمدانی خشکیده؟ نه. یه خورده نگرانم. نگران حمیدم. حمید گند زده؟ با دو تا آدم مشکوک رفیق شده. ما خواستم با یه حرف بزنیم. پولتانو زدن؟ نه بابا پولای چیم گم شده؟ من پولم جاش امنه. و چی؟ گفتم هم با حمید حرف بزنی هم یه موردی برات بدن میگن. امر خیره. الان نمیتونی بگی؟ سیروز گوشه؟ عزیز من خداحافظی میکنم. گوشی خداحافظ. سلام عزیز. شنیدم خیلی با یه شازده پسر کیفتان کوکه. آن کوکه من کوک بود به سلامتی. ولی یه نفر هست هی مزاحم ما میشه به اسم خانم جواهری. تلفن زدی اینو بهشون بگی؟ این خانم جواهری کیه؟
اینه بعد قبل ای که بری سفر مشهد بی خبر از اون میپرسیدی. توی همه برنامه من ریختیم به هم. قرار بود آخر یه هفته شما رو با او آشنا کنم. راستی جدیه؟ آره خیلی هم جدیه. میخوام جواهری کی هست؟ همکار ساراست. هه، به سارا خانم مربوط میشه. این خانم جواهری، فکر فامیلی، کسی کاری، خواهری، کسی نداره بگیریم برای سیروز. مادر من، این سیروز خان ما سلیقش یه جوری دیگه است. درس خوانده است ماشاءالله، زن با کلاس مخواه، حال خوش برداره. سلام. سلام شما سلام. خیلی متشکرم. شما برو من اینو میرسونم کلمتری. با من بفرمایید. آشنایی؟ برای دوم هم میبینم داره؟ ما یه دفعه ما قبل از این هم دیگر رو دیدیم. خیالم راحت باشه؟ بله. خجالت بکش. حالا در این باز کن. ایشالله. سویش گیر کرده باز کن. خجالت. اینجوری دستم برد. آها. یه جا بالاخره حق با تو بود. بدش به من. حواسو جمع کن که ماشین رو خط نندازی. اون یکی جمع بذار باشه. ببین من کارم بلدم دیگه. شما که نباید با یه آدم حرفه‌ای با شغل شوخی کنی. مثل میمونه خدایی نکرده. به جام به حرف اضافه نزن. باز کن. سلام. این هم ابزار کاره. شروع کن. بیانی نگرد من هرچی خواستم بدم. اینو باید با کنی؟ همینه. قابل شما رو نداره. کلید پرای. بده بهش. بیا. میدینی چیه جام سر بود؟ جام. این چیه؟ این؟ اون معلومه دیگه پرای. این مال بنزه. میگی ببین چی میخواد حواسو جمع کن دیگه. ببین جانم سرمو جانم تو ژاپن روزی چند صد تا داره تویوتا تولید میشه. سویچ یکیش به اون یکی نمیخوره. بله نمیدونستم. اگر سویچ اون اگر سویچ یکیش گم شه یا باید برن متخصص از ژاپن بیارن یا چی یا باید یه سویچ زاپاس داشته باشن یا بیان سراغ شما یا حالا باشه. اما همین توییت هایی که دارم خدمتتون عرض میکنم باز کردن درش واسه من کار یه دقیقه. یه دقیقه. حالا اینو باش کن. خب. مثل دوره پراید رو نگذارم. سخته؟ جان؟ سخت داره؟ نه، نگذارموندم. من تخصصم ماشینای ژاپنیه نه کره‌ای. منظور عزت زیاد. من میرم کلانتری شما هم برس به کارتون. رو تو کم کن باش کن ای بد میخندن سر صدا نکن. کارت انجام بده وقت نداری. به هر حال میدونین که چیه؟ برای متخصص جماعت تو کل دنیا احترام میذارن. ما هم داریم فرهنگسازی میکنیم. در خدمتیم. حالا باش کن. یه ذره عقب تر بایستی جناب سرما. هول میشی؟ دیگه سایتون میفته من نمیبینم. خیلی خب کوچه بنبست فکر بد به سرت نزنه اینم حالش خوبه. کارت انجام بده. سیم افتول بده. بیا اینم سیم بعضی قد کلید نمیخوره. ببش سنجا قفلی سنجاق باش بده. نه نه نداره. ها خیلی حالا که ها باز کن باش تو ساعت وقتمونو گرفت حق میداره من یکی سنجاق سر سنجاق سر بده. سنجاق شما نداری؟ والا ما که نه ولی رضوان خانم حتما داره. برو بگی بیا. ببین وقت نداری. بجون دو صدا بگی بیا سنجاق سر. اکبر آقا سنجاق سر داری؟ بله. سنجاق سر. ببین بسرم ها. بابا اکبر آقا من شوخی نمی‌کنم. اگه من شوخی کردم پسر جون. ببخشید. غلط کرد یواش برو نیافتی اپله ها باباش که نیاش که خانوالش چیه
بالاخره اینا رو یه تون خدا تا ما بیام تحقیق کن. برادرت با عزیز تو گل جانو عزیز سنجاق سرا داری؟ جانم سرهای میخوا بابا مو دارم که سنجاق سر داشته باشم. رضا خان شما داری؟ بفرم. دست درد نکنه. خواهش میکنم. بیا اینم سنجاق سر. بیرم دیگه چیز دیگه اینه میخوای آب معدنی، آب پرتقال. اذیتش نکن سر به سرش نذار. گوش کن چی رو؟ صدا شد دیگه بشمار چی؟ یک دو سه دست درد نکنه اینجا رو خوب باز کردی اونم بگیر حواستون باشه دیگه این سویچ رو جا نذارین سرش دیگه اینجوری متخصص پیدا نمیشن چشم حتما این از کار خیر امروز ما بارکالله بارکالله خیلی ممنون جا دست شما درد نکنه دست شما درد نکنه به این منو خجالت کش بیاد دست شما درد خدا حافظ شما بدش من خدا حافظ شما اینجا میام بابا دیگه اینا بده من دست تو نشون الان ما اینو وا کردیم واسه فردا فوتبال داره این بازداشتگاه تلویزیون داره میگم تلویزیون واسه بیارم اینجا اردونه بشین پشت عرف سریا نه واسم جانم مرد و عرف بشت فردا این تلویزیون رو جوی کن ما فوتبال رو بیارم نباشت آخلصم به بچه‌های گلم ببخشید مسافرخانه بهشت بفرمایید ببخشید آدرستون رو می‌خواستم یادداشت بفرمایید مشهد خیابان امام رضا خیابان دانش کوچه دربند گفتید اسمش چی بود عرض کردم خدمتتون مسافرخانه بهشت خیلی ممنون خداحافظ شما مسافرخانه بهشته حمید جان یه دیوانه تا که چل بازی چل جو آمدیم سفر خواستم این تنبایی بشه تنبایی خان مدنی جانم کجا تشریف میبریم؟ من میرسونم مزاحم نمیشه خواهش میکنم چند دقیقه بفرمایید مزاحم من تا یه جایی میرسونم بفرمایید یه از تو به اینقدر من زحمت دادم به حمید آقا بعد یه جوری جبران کنم خواهش میکنم لطف کرد رزمان خانم مادر خسته میشی راه دور شد ما رو ببری برسانی و برگردی نه این حرفا چیه تعارف نکنی میرسونمتون منزل تن از اینجا خیلی دور نیست نه حاج خانم خونه من نزدیک بازاره بعد این بازار هم جنساش خیلی ارزون تره همین که بالاخره خیلی خوبه واسه سوغاتی دادن حالا منم خواستم سر سوغات برای بچه واجبه بخرم ده آدم که دست خالی میشه برگرده خونه منم تو همین کوچه است همون خونه که دیوارش پر از پیچکه بفرم دست شما دارم خواهش میکنم آقا باید بخشی من میدم مرسی خدا حافظ دست شما دارم عزیز میگم هم مسارا از اینا میپوشه یا باشه گرفتم به شما هم مسارا آقا عزیز جانه میگم این برنامه مدرسه فوتبال من چی شد عزیزم او به بابات مربوطه من اختیار داره تو نیستم آخه من ماندم معطل برم یا نرم مدرسه فوتبال من هم مادرتم هم مادر بزرگم من شدم درویش تو شدی کشفی ولی گوش بده به هر دارم حمید جان تو خود بذار جای او بابه بنده خدا تو اگه جای بابات بودی دلت بخواست بشد فوتبال باز بشه یه شلوار کوتاه بپوشو دنبال توپ دو انجام اونجا
بابا چی بگم عزیزا؟ چی بگم نداره، خدا بیامرز و مادرته. آخه تو با هر کس و ناکس رفیق میشی، اون دوتا دیلا الکو درکه، یکیشان دراز و یکیشان گوتا، همسنی سر تو هم اونا در ماشین با کردن یادت میدن، صبح در ماشین با میکردن. بابا عزیز اونا به چای خوبی هن، شما در مورد اونا اشتباه فکر میکنی، به چای بدی نیست. خیلی هم بدن، از نظر من اونا بدن. حالا بابا تو نیمی چنده؟ هزار. چقدر؟ هزار. سه تا مخواییم بابا، عمود، سارا. آقا سه تا از اینو مخواییم، همون تخفیف بده. تخفیف میدن. یکی چنده؟ دویست. آقا این چند؟ اینو آخری چند؟ سی ست. نه ارزان پرتا میای تو هم باید پول بدی عزیزم. عزیز زیاد بخوام ارزان بودم خود بیست تایی بخوام. خوشی شدم عزیز. خیلی خیلی شدی. راستی دیشب هم به سارا به شما زنگ زد. چی گفت؟ یه چیزایی درباره بابام میگفت. که چی؟ میگفت بابا میخواد با خانوم جواهری ازدواج کنه. صد دفعه گفتم سارا جان خودت دخالت نده به زندگی اونا، نینداز خودت وسط میدان، بذار منو چه یه تکانی بخوره. حالا مگه شما خانم جواهری دیدی اوجا قضاوت میخوری؟ بی خود اطلاع بد ننداز. حالا ندیدم ولی میدانم سارا دلش برای بچه ساده دل من نسوخته. او بخواه اصلا خود چه زین کنه، بلا فکری حرفا نیست. او بخواه منوچهر بشه شوهر رئیسش. یعنی خانم جواهری رئیس هم وزارات؟ خب میگم عزیز اول ببینش، ببین چه جوریه آمد. آخه عزیز من نظر تو راجع به ازدواج بابات چیه؟ آقا اینجا خوبه وایسادی، ما مشکلی نداره. میگم همین نظر تو راجع به ازدواج بابات چیه؟ او برات هم میگم وایس عزیز. ببین عزیز چقدر خرید کردی؟ وقت نه من دیگه رفت بریم هتل. باشه ایشالله سفر بعد میری. اکثر هم قشنگ شده. آره آره فایدی چی شد؟ آره آره. سلام. 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 یه آقای اومده با شما کار داره، اون عاشقش اون بالا. دوامه داره، حالا ما چی بکنیم؟ خب میدانم آمده آدرسه که بشه شده. آدرس نداد مادر جون. مطمئن باشم. شما به فکر آبروی ما تو محل نیستی؟ نباش. به فکر آبروی ما تو بازار نیستی؟ نباش. از شازده پسر توقع ندارم، از شما توقع دارم که عقلت رو دادی دست ای. دیه چی؟ دیه این که سه روزه منوچهر داره این مرغ پلغاش میزنه. پلغاش زدن منوچهر به من ربطی نداره، به خودش مربوطه. اتفاقا به من ربطی نداره ولی به شما ربط داره، به ایشون ربط داره. به سارا خانم همشیره والاتبار و خانم جواهری ربط داره به ما چه؟ به چی میخندی؟ گوش دلخ؟ میگه خندیدنم جرمه. بله جرمه، تا وقتی من نگفتم هیچ کار نداره اینجا بخنده. ربط داره یا نداره مهم نیست، جمع کنیم بریم. آن بلیت گرفتم الان قطار میره. من بلیت گرفتم برای پس فردا. نگران اون نباش، من پسش میدم، اون با من. من حالا یه مقداری کار دارم سیرس جان. کار بی کار، جمع کنیم بریم. آن حرفات زدی؟ نه هنوز تمام نشده. نه کته باز آمده قرقر کنه به جان من بدبخت. نه من که نمیخواستم شما رو ناراحت کنم، ولی شما یاد داشتم گذاشتیم. حالا شما آمدین دست پیش گرفتین و شلوغش میکنین که چی؟ شما سال به سال من آدم حساب نمیکنین. حالا این بچه من آدم حساب کرده، باید پاشتم آمدن مشن. آها پا اوجور. بله از او گذشته، شلوغش بی خودی نکن. و
من با تو یه حرفایی دارم. بفرمین. یه دختری برات دیدم ننه جا. عزیز جان، تون خدا دست از این سر کچل ما بردار. جمع کنین بریم. نمیخوای صاحب زندگی بشی؟ نه. نل پاره شی؟ نه. نه خوب آمده. حمید، زود باش. تو زود باشتی عزیز. خونم نکن دقیقی. حالا یه پوتی کار دارم آخه. اما نمیشه من امشب بمانم فردا خوب. چی گفتی؟ چیزی نگفتم. آفرین. آفرین پسر، زود باش. من به حساب تو همدان میرسم. عزیز، چی میگه؟ قبول نمی کنه یه روزی که بمونی؟ اف بابا، یه عمو سیروس هم اومده. باشم کنه میانه یک کفش که باید برگرد. ببین حمید، من به این موضوع مدرسه فوتبال فکر کردم خوب. به نظرم اگه استعدادشو داری، پیشو بگیر وقتت هم طرف نکن. آره بازی کن. اگه فوتبال توی خونت باشه، مدرسه هم خیلی میتونه بهت کمک کنه. بابام و عزیز و عمو سیروس همه مخالفن. فقط یه عمه ساره دارم که اونم در اصل سنگ خودشو به سینه میزنه. حالا اشکال نداره، ناراحت نباش. خلاصه ما بازی برگشت همه دانیم. دلت خواست بیا پیشمون. شماره تو بده. ازش گرفتم من. حمید. آمدم، الان میام. به ایمیل تو لااقل بنویس. آقا به این زودی تشریف میبرین؟ میامدی بالا یکی رو میخوردی میرفتی. زنده باشین. میبا بریم. ایشالا یه وقت دیه. کاش که بیشتر میموندی. حالا حل کن عزیزم. خوبی بدی دیدی ببخش دختر. خواهش میکنم. من که جز خوبی واقعا هیچی از شما ندیدم. دوست داری. دفعه بعدم که تشریف آوردین مشهد. اگه عمری بود و قسمت شد حتما مداره میشه. کجای مادر؟ برگردین همدان، من میمانم. سیروس جان، میتونم تو رو به یه خال بزنم برم؟ منم مادرم ها. اما من قنداقه تو رو بیچیدم، میدنم تو چته. من رنگ نکو. من باید برگردم مسافرخانه. خب با هم برمیگردیم. چی میشه؟ آسمان که به زمین نمیاد. پشی شد. راستی همو بلیط های قطار هم میخوای چی کنی؟ پسشان میدی یا اینکه حرف اضافه نباشه که اوجور های راننده دور بزنید برمیگرد. خواهش بود. سیروس جان، توکلت به او باشه، برو بالا. سلام. سلام. مگه نرفته بودی؟ برگشتی. ببخشید، خانم جاوید نیستن؟ رفته خونه. کی میان؟ نمیدونم.
ممکنه امشب برگردن؟ فکر نمی کنم. پس کی میان؟ رفته مرخصی، نیستش. میگه شما همکارش نیستی؟ همکارش هستم، اون رئیس ماست. ولی من چی کار دارم که اون کجاست و کجا میره، کجا میاد؟ من نمیدونم، به من نمیگه که من به شما بگم. اجازه هست؟ بفرم. چایی میخوری؟ نه. برو این شارژر موبایل دارم. فضولی؟ شما برو کارت بای کاره نباشه. اکبر آقا نمیدونی شارژر رضوان خانم کجاست؟ شارژرش اینجا بود، میخواست بره، گذاشت تو کیفش، بردش. برم؟ رضوان خانم نبود، داشت با اکبر آقا حرف میزن. با اکبر آقا حرفی نداره، مشکلش چه دیگه است؟ مشکلش کجا؟ نشونی چیزی ندارم ازش. خیالت راحت کنم. اگرم داشته باشم نمیتونم بهت بدم، درد سر میشه برای من. واسه اینکه اون رئیس ماست. یه چیزی به ما بگه و ما رو خراب کنه و نمیشه. چی بگیم برم؟ اون اتاق دست مادرم اینا بود، هنوز خالیه؟ بله. این بچه فضوله خوابید؟ آره خوابید. اما تو مطمئنی خودشه؟ یه این انزد دیدیم چه عزیز جان، ولی خودشه. تو که میگه 7 سال من ندیدم، چجوری شناختیش؟ همین که از دستم فرار میکنه، یعنی خودشه. خودمانیم، چی به سری دختر آورد که از دستم فرار میکنه؟ آخه داستانش طولانیه. میخوای دنبالش بری؟ باید باشش حرف بزنم. میخوای من حرف بزنم؟ نه، تا وقتی خودم براش توضیح ندم فایده ای نداره. کجا؟ خوابم نمیبره. عزیز خوابم نمیاد. چشماتو ببند تو خواب بیا توش. یه سر میرم حیاتو رو برمیگردم. بذار عمو سیروس تنها باشه مادر جا. آخه کی با عمو سیروس کار داره؟ خیلی اخلاقش خوبه، تازه برم باشش حرف بزنم. خدایا بین این دو تا چله دیوان من حفظ کن. 100 دفعه بشد گفتم بریم هتل، آموردی ما اینجا. دست به آبش او دست حیات. اه 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 اه. از شما درد نکنم. عزیز بشد گفته بیای منو به پای؟ نه آمدم هوا خوری، این هم جرمه؟ نه، بخور. عمو ها؟ میای یه قرامه داره با هم بذاریم؟ خب بیا یه از این به بعد مشکلاتمون رو خودمون حل کنیم، مثلا مردیم. ملال بینیم؟ من برای تو میان مشهد یه کاری میکنم، در عوض شما توی همدان یه کار دیابت برای من بکنی. خب قبوله؟ تو که هنوز چیزی نگفتی که من بگم قبوله. این رضوان خانوم هست؟ میشه تو ببن؟ رودار؟ عجله نکن امو جان، من آدرس این رضوان خانوم بلدم. چی شد؟ آدرسش مخواد؟ اون وقت من برات همدان شی بکنم؟ با بابام حرف بزن که منو بفرسته برم مدرسه فوتبال. همین؟ همین. قبوله؟ مردانه قبوله. کار از این سخت‌تر اما خواسته قبول بود. معلومه که خیلی دوستش داری. دوباره که این نیش وا شد؟ بخی برو بخواب، بخی. باشه، پس فردا سر صبحانه آدرسش رو بهت میدم دیگه.
مگه همین الان ششه؟ بابا ده خودت همین الان گفتی برو بخواب. فردا غیر میای یا؟ نمیام. خب اینجا مسافرخانه است، اینم خیابان دانشه. این خیابانه که اوجو مستقیم بری خانش میانه یکی این فریه است. مطمئنی؟ خودش بهشون گفت. راستی امو شارژه نیاوردی؟ نه مگه خودت رو داری؟ نه بابا جامو همدان. پس تا امروز تو موبایلتو شارژ میکردی؟ بیادبی نباشه بنار یه بار با شارژر رسوخون. البته با اجازه بزرگتر. شیطان میگه چنان بزنم پس کلش که دیگه از جاش وقت نیزه. امو جان دو دقیقه دندان روی جیگرت بذار، بذار من نشانی کاملو بشت بدم، او وقت هر چقدر که دلت خواست منه بزن. خب مو گفتی؟ آره یه مجتمع آجوری خیلی بزرگه که از در و دیوارش علف و اشقه همونجو آویزانه ها. بعدم یه پراید قرمز رنگ داره که چراغ سمت شاگرد شکسته. اگه آدرسش همینی باشه که گفتی پیداش میکنه. سیروس جان مخواه بشت بیام. سلام. 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 نه عزیز جان شما فقط برام دعا کن. تو دعا نمیخوای، تو اینجا همت و غیرت بخوای. خب برای همون همت و غیرت هم دعا کن. امو جان پس قرار ما یادت نره ها. چشم عزیز جان قرار ما شب همینجا تو مسافر خواهیم. تو پاکه هرگی میشه به شما بدیم. بفرمی خدمت دست شما رو فقط سوا کن و جدا کن، حرم میری دعا کن، پول ندارید نگاه کن، فکری به حال ما کن، زیاد همیش نزنید. مرسی باش. زیبا 1700 میگم عزیز چه؟ تو زنگ زدی همون سیروس بیایی مشه؟ من سنگیر من آدرس مارد کجا گیرا بود؟ بیادبی نباشا، ولی قرار ما یه چیز دیگه بود. من تا دیشب ناراحت و دیدانم فکر میکردم که چی باید بکنم، ولی از دیشب که میدم سیروس داره سر سامانه دیده خوشحالم هست. خب پس منم جا دارم یه بار زیر قرار ما میزنم درسته؟ که چی بشه؟ که با هم مساوی بشیم. ما بخوای چی بکنی؟ عزیز یادته با هم قول و قرار گذاشتیم که هیچ وقت از هم جدا نشیم، همیشه با هم باشیم، یادته؟ یادم. خب خدا رو شکر. پس منم جا دارم یه بار زیر قرار ما بزنم، شما میری حرم، از اون ور سر ظهر میام دنبالت میبرم ات مسافرخانه، او وقت من میرم یه جا کار دارم. آخه بری دنبال کی؟ بفرم آقا. میخوام برم استادیوم بازی فوتبال تماشا کنم، تنهام نمیرم. میدونم دو تا دیدم به دلمان تا دید. خب خدا رو شد حالا برم. چرا؟ نمیشه. آخه عیبش چیه؟ گفتم من باید فکر کنم. آره تا اون موقع عمو سیروس با عروس خانم میان اینجا عقدشان میکنیم. باز راجع به بزرگترا بیادبانه حرف زدیم. سر پکار در نیاورد باید ما خود خود بکنیم. پرتغال 1600 رو من در نه پایین رو بیم. آقا دوتر رو برامان بکش بزنم. چش امری دیگه باشه برام. نوکر مرسی. اینا رو ببر بیدار مسافر خانه و سیروس ارامیرسی چیزی باشه بکنیم. ببخشید خانم، واحد خانم جاوید شماره چنده؟ زنگ 7 رو بزنید. Bye, Fadman.
ببخشید خانم، من از راه دوری آمدم، با خانم جاوید کار داشتم. عرض کردم زنگ خودشونو بزنید. زدم. خب حتما نیستن. چرا هستن؟ از کجا میدونین آقا؟ مطمئنم هستن. خب به من چه ربطی داره آقا؟ یا هستن یا نیستن؟ خانم خواهش میکنم به من کمک کنین. چیکار کنم آقا؟ لطفا برید دم واحدشان بگین من یعنی سیروس رسولی همکلاس سابقشان آمدم، اینقدر زنگ میزنم تا جواب منو بدن. آقا این کار شما درست نیست. خانم خواهش میکنم. یه لحظه اجازه بدید. آقا با شما؟ بله. نیستم. شما رفتید دم واحدشان؟ آقا اگه یه بار دیگه زنگ ما رو بزنید میگم پلیس بیاد اینجا ها. خانم خواهش میکنم، خواهش میکنم یه لحظه اجازه بدید به خانم جاوید بگید حداقل از پشت آیفون به حرف من گوش کنن. همین که گفتم. بله. سلام مهران، چی میکنی؟ نه بابا شما خودتان بری استادیو، من خودم میام. آره هیچی آمدم دنبال عزیز ببرمش مسافر خانه. باشه باشه، ببین من هیچ الان شارژ ندارم، بعد هم بشه تماس میگیرم. خداحافظ. شما اینجا چیکار دارین آقا؟ من با خانم جاوید کار داشتم. خانم جاوید؟ مدارک تا بده. من همراه نیست الان. توی مسافرخونه هست. مسافرخانه؟ اینجا چیکار میکنی پس شما؟ گفتم که خانم جاوید از آشناهای قدیمی من اومدم ببینم. هاش خانم نوت کجاست؟ امروز نیامد سراغه. چه نقه دیمیام؟ ما خبر استادیوم. ای میخواد بره فوتبال ببینه؟ آره فوتبال خیلی دوست داره. هاش خانم نزو بره اینجور جاها. چرا؟ مگه شما نمیگی این نوه تنها بچه پسرته، چرا میذاری اینجور جایی بره؟ خیلی چی بکنم، جوانه دوست داره، دلش میخواد. پسر همسایه ما رفته بود استادیوم فوتبال تماشا کنه، کور شد. چشاش کور شد؟ دلش بمیره. موبایلت ممکنه لازمم بشه. نمیشه ببری تو، اگه لازمش شد اگه جانم سمان نزیده میتونی بیاری صحبت. ارسته موبایل آخه پسر تو آمدی زیارت یا که مزاحم ناموس مردم میشی؟ جناب سربان اشتباه شده. چی اشتباه شده عزیز من؟ جناب عالی رفتین در خانه خانم محترم یک ریز زنگ میزدین ولی میگن اشتباه شده، غیر از مزاحمت بیه چی میگن؟ این خانم من رو میشناسه؟ اون شما از یه حرفا خیلی پاره، میفرستم دادگاه تا تکلیف دروشای کنم. من هنوز پام به کلانتری دادگاه باز نشده. بره یک بارم بری دادگاه ببینی بد نیست. عمو بردار. عمو مادر جان بهترین؟ خوبم، فکر میکنم قندم افتاد. خطری نداره؟ نه بیمارتون تا چند دقیقه دیگه بهتر میشه. به جایش خانم مره اتیجه تلو ای بالشم دفتر تلفونو بده.
اینجاست. بسر شماره بالای پسرمه، وکیل نبمه، بزنگ بزن. آقا جان سلام. سلام ببخشید، من با عزیزم اینجا قرار داشتم، شما ندیدینش؟ نه من کسی اینجا ندیدم. دفتر گم شده سر زدی؟ بله ولی اونجا نبودش. من کسی رو ندیدم. آقا درمانگاه کجاست؟ یک کم بالاتر سمت چپ. مرسی. خواهش. سلام. سلام. یه خانم حسینی به سوق چه رسیده اینجا نمیاد. صبر کن نفس جا بیه. حالا بگو. یه خانم مسنی به اسم قنچه رسولی اینجا نیووردن، فامیلیش هم مدنیه ها، فامیلی خودش. دو تا خانم مسن آوردن، یکیشون مرخص شده، یکیشون هم فوت کرده. البته فکر نمی‌کنم فامیلی تو میگی باشه. یکیشون مرد؟ آره، رو برن خواهدن. آقا میشه ببینمش؟ خودش بود؟ نه. خب خدا رو شد. میشه یه زنگ به موبایل همون بزنم؟ صفرش بسته است. ممنون. خواهش. اینم خاموشه. یعنی چی شده؟ نگران نشو هاش خانم، انشالله همه چی درست میشه. شما برو مسافرخانه، شاید آمده باشن اونجا. ممنون. میخوای برسانیمتان؟ با حمید اینجا قرار گذاشتم، اینجا میگم بمانم پیش دان؟ نه، قربان تو. پس با اجازه تا ما میری. به سلامت، همین تنو پیداش میشه. خدا حافظ هاش خدا حافظ. آقا جان مادر بزرگم نیامد؟ نه. از این شارژرا داری آقا؟ ببینم؟ بله بفرم. عزیزم که گم شد و عمو سیروس هم گوشیش جا بود. بفهمید. مرسی. چند تا بدم؟ یکی. شما چرا آمدید تو صف مادر؟ آمدم بلیت بگیرم. بلیت نمیشه ما به شما بدم، بفهمید. چرا؟ اینجا جای شما نیست، جای خانما نیست اینجا. او برای خانمای جوانه، نه برای سن و سال من. مادر جان پولت بردار بدم ما به کار ما برسیم، بفهمید. من میرم تو، میخوام و باید برم تو. دیگه توه حمید، دیگه داره مجبور میکنی ما رو، بگم پلیس بیا مادر. دیگه این وسط باید من پلیس میترسم. سلام مادر، مشکل سلام علیکم جام سوا. این خواهش خانم محمدی میخواد بره تو استودیو. تشریف بیارین، ببینید ازدحام شده. تشریف من تو استودیو. آقا بفرمایید. آقا بفرمایید. شما برم داخل استودیو. من میخوام برم. حمید توه. حمید دعوت تو. ماشاءالله داره فوتبال میبینه. سلامتی، نگران نباشید. شما اینجا تشریف داشتید، فوتبال رو میبینه میاد؟ من هرکی باشه باید برم تو. برای چی؟ حمید توه. حمید داره فوتبال میبینه، ما نگفتم حمید میبینه. نممه، امانته. باشه، اشکال نداره، اونجا داره فوتبال میبینه، شما خانوما رو راه نمیدن تو. اون از دماغ حمید بیا، پدرش پدر من. نگرانم، ما اینجا شکاره این، ما مواظب میکنه دماغ کسی نیاد از جمله حمید. شما نگران نباشید. اینجا صندلی میذارن تشریف داشته باشین، یا اینکه نمیتونی تو ماشین. من باید برم تو.
ندیدین خانم شما؟ ببخشید خانم ندیدین؟ ببخشید خانم، این خانم ندیدین شما امروز زیارت بودین؟ خانم شما این خانم ندیدین؟ خانم، این خانم ندیدین؟ شما چی؟ بله سلام حمید جان، حالت خوبه؟ سلام عمه جان. ببین میخوام پدرت راضی کنم بری مدرسه فوتبال. بفهم الان شارژ ندارم. خانم جواهری هم موافقه تو بری مدرسه فوتبال. مدرسه فوتبال مره چیمه؟ عزیز رو گم کردم. بفهمید همینجا بذار من یه توضیح بدم خدمتون. حاج خانم اینجا جایگاه ویژه هست. بله. بشینید فوتبال رو نگاه کنید. بله. اینا هم جوون هم نیم موقع یه چیز دردنشون در میره. شما گوش کنید به ما ببخشینشون. آمر هم اینجا رو حمید فامیلیش چیه؟ حمید رسولی. خیلی خب میگم از طریق بلندگوها پیش کنن پیداش کنن. متأ تا حمید پیدا بشه یه موقع کسی چیزی به شما گفت بگو ستان برای من آورد اینجا. خوش. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. این اینجا چی کار میکنه؟ حمیده من ندیدی؟ حمیده چرا تو باقا از زور میخواستم این زنی بزنیم ولی نمیگرفتش هر کاری میکرد احتمالا بین جمعیت نشستی تو همین جمعیت نشستی آخه شما کجا؟ اینجا کجا؟ چیزی رو بچه ها پیدش کنه؟ نه سر گروبان رفا حالا دو صداش کنی حالا تو صداش کنی عزیز چه خبر؟ سلام علیکم. سلام علیکم. زنده باشین. شنیدی پیش کردم؟ دست درد کنیم. پیداش میشه. خیلی ممنون. دست درد کنیم. نمیدونی کجا رفت؟ نه نه ایدم مصطفی خان دست در نکن این پرونده یه متهم تا نیمه دوم برگرد برو دیگه چند شما سفر؟ سفر سفر بله جناب سرهنگ بله 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 صدفان بهرامی فرسه میستیدیون بله قربان خواهش میکنم خواهش میکنم امیر دیگه داشته بفتیم با دفع شما سروان سلام سروان خانم آمده رضایت بده شما عزیز شما من رضوان جاوید هستم رضوان جاوید ولی شاکی پرمده این خانم دیگه هم اون خانم همسایه من هستم خب خود چون چرا نیامده آخه این آقا داشتن زنگ خونه منو میزدن پس چرا همسایه تو شکایت کردن؟ مثل اینکه زنگ اونا رو بیشتر زدن شما ایشونو میشناسی؟ بله فکر میکنم یه سوء تفاهمی پیش اومده باشه چنان سلما وقتی آقا رو گرفته میگفت با خانوم جاوید کار داره سنه چی تو داری؟ فعلا آزاده تا همسایتون بیاد رضایت بده بله
این سند مسافرخونه بهشته. این لحظه ببخشید. درست بفهم. ممنون. عزیز اینجا نیومده؟ سلامت کو. سلام ببخش. اصلا مطمئن امروز اینجا نیومده؟ نیومده دیگه. زنگ چی؟ زنگم نزده؟ نه. اکبر آقا جان یه خورده فکر کن، فکر میکنم گمش کردم ها. آخه آدم به این گندگی مگه آدم مادرشو گم میکنه؟ کسی تعارفت نکرده بود سوار شی؟ پیاده شم. بشین. خب میخوام باهات حرف بزنم. خب اینقدر حرف دارم که نمیدونم از کجا شروع کنم. اما من دوست ندارم حرفاتو بشنوم. لااقل گوش بکن بعد تصمیم بگیر. خب بگو. سال. نمیخوای بگی که به خاطر من برگشتی؟ اونم بعد از 7 سال. نه. خوبه، از صداقتت خوشم اومد. تو شماره مغازه رو برای عزیز گرفتی درسته؟ آره، ولی نمیدونستم شماره کیه. چقدر صدات برام آشنا بود. واسه همین زنگ زدی که آدرس مسافرخونه رو بگیری؟ عزیز با اجازت ما چهل عزیز بیدیم پایین بسیاری کار داریم انجام بدیم. میام برمیگردم. بریم الان. میام اینجا جا هست. سلام. یا الله بفهم جناب سربان. سلام باشین خاصم. حاج خانم کو؟ حاج خانم اون بهش بالا آن رو انداختم پایین. خوب کاری کردم جناب سربان. آقا دوزه چقدر دوز کنی جوونی کرده جاش هم دارم شب پیش ماست. یادت کجا ازت خواستگاری کردم ولی جواب نداد. بوفه دانشگاه دو هفته بعدش که به من گفت که رضوان جاوید داره با پسر عموی پاریسیش ازدواج میکنه. پسرم اون جواب رد دادم. 3 هفته بعدش هم اومدم دانشگاه. اما اسم تو تو لیست اعزامیا به خارج بود. آره من نرفتم. اما به منم نگفتی که نمیری. تو نبودی. گم شده بودی. پدرم مریض بود. مجبور بودم برگردم. بعدش هم فوت کرد. اجبارا شدم مدیر مسافرخونه پدری. همه میگن بفروش برو. ولی من نمیخوام ساختمون که بیشتر از 100 سال قدمت داره خرابش کنن جاش برج بسازن. حمید مگه آدرس اونجا رو بلد نیه؟ چرا؟ خب اون حمیدی که من دیدم آدرسم ندونه پیدا میکنه. نگران نباش. چی بکنم؟ از پس خودش برمیاد. گم نمیشه. نگران نباش. ولی فوتبال خیلی خوب بود. خیلی دیدنی بود. فوتبال؟
شما اگه به همین بهانه حمید هر روز گم کنی بیای فوتبال میتونی فوتبال هم بگی. اگه شما باشی رم میدی ولی اینه دیگه بادم نه نمیشه همین امروز نیست چقدر گرفتاری داشتیم همین شما رو میده همه برگشت رو نگاه میکردن براشون عجیبه دیگه یه زن توی استادیوم دیگه نمیشه خیلی زحمت کشیدی دست درد نکنی ممنونه میگم این فوتبال اینا به کنار درجه ها رو یاد گرفتی این دفعه درست گفتیم بفهم اینا خونم مسافر خونه بهشت هم اینجاست بفهم من میام تا اونجا باتون بفهم اون شما آره همینجاست بفهم این خدمتون تام شما فکر میکنی مطمئن نیم حمید آمده حمید یا اومده یا ما میرون دنبالش پیداش میرون شما نگران نباشید آخه چجور نگران نباشم امانت دست من اصلا نگران توی شهر قربت بشم گم میشه به کی برد باید نمیشه اون همین دیگه من ایدم گم نمیشه خیالتون رو باشه شما بفرمی؟ همین امرو کجا نشسته بودی اینقدر دنبالت میگشتیم این مادر بزرگت خیلی باحالا شده بود مهمون اختصاصی استادیوم هاش خانم انشالله که با حمید آقا کرمانشاه منتظرتانیم به امید خدا انشالله اگه بدانی دیروز عزیزتان چقدر نگرانت بود من به شان گفتم نگران نباش حمید جان خودش میدانه چه بکنه بچه زرنگیه بله اتفاقا عزیزم خیلی تعریفتانه کرد تعریف خیلی که میگم حمید آقا دیروز تیم شهر دان برد داور ناداوری کرد دخترم ببین دو تا آفساید گرفت که نباید بگیری کارت زرد نشان داد اونم به جانه بود تازه تایم فوتبالم اضافه کرد از 90 دقیقه بیشتر همه رو بخواست به نبو ترفیا تمام کن اما خدا یاری کرد هر به حق دار رسید تیم همه تن برنده شد هاش خانم شما با این قطار با ما میای؟ ما منتظر سیروسیم رفته بلیط بیاره پسرت ها؟ برزیم با ما این قطار بیاریم خب اما سیروست بیای تا بریم میگن که درآمد این فوتبال بازار از دکتر مهندس ها بیشتره آره؟ بله من خیال میکردم فوتبال بازار همجوری مفتی بازی میکنم اما حالا دیگه فکرش کردم با بابات با منوچه حرف بزنم راضیش کنم تو بری مدرسه فوتبال عزیز جان من راست میگی؟ دست در نکنه عزیز اینم بری تو دست درد نکنه بچه دوتا عزیز جان به شمدانی آب بده به مینا دانه بده بهش بگو مینا جان جان تو جان خانه گربه نره صندوق خانه